به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان نازنینم، آرزومند هستم در هر گوشه و کنار از کره خاکی که زندگی میکنین لباس عافیت به تن داشته باشید و روز روزگارتان با خوشی و خوبی سپری شود. دوست عزیز، امروز باز هم با یک برنامه جدید مهمان خانه هایتان شدیم. خدا کنه که تا پایین برنامه ما را همراهی کنین و ببینید در برنامه ما چی در نظر دارم. دوستان، قبل از اینکه ما درباره برنامه توضیحات بدم، جا داره که تشکری کنم از شما عزیزم که همیشه با کامنت ها و با لایک کردن چینل، با سابسکرایب کردن چینل حمایتتان از من اعلان میکنین و شکر خداست که شما عزیزا رو ما در کنار خود دارم. خواهیزا، امروز ما یک مفلک هم تو بسیار خطرک داریم، به خاطر که سالگری هم بچه ایم است هم دخترم. دخترم خوب پناهش به خدا مسافر است و بچه هم که اینجا است دباین خود اما تو یک مفلک خورد برش میگیریم و یک غذای ساده مقصد در این ملک مسافری دور هم جمع میشیم، یک چیز رو بهانه میکنیم که یک کمک خوشحالی کنیم. خب عزیز، شما مرا تا پایان برنامه همراهی کنین. من امروز در برنامه براتان تکه چلاو پخته میکنم. تنها تکه چلاو است دوست عزیز، ببینین که با کدام طریقه من پخته میکنم و از گوشت سینه مرغ پخته میکنم. میریم سر میز آشپزخانه و تمام مواد طبق معمول در سر میز آشپزخانه آماده است، اما تو فوکس سر میز رو دستی تیارش میکنیم و ببینین که تکه چلاو ما چه قسم آماده میسازم. بریم که بریم روسته. دوستایی هم میلی پیشکک ما که پت بر توتیا شیشته غرض هم که توش نمیگیره. عزیز، قسمه که بر شما گفتم، امروز در این برنامه براتون تکه چلاو تیار میکنم که تکه چلاو عبارت از گوشت سینه مرغ است با برنج. من این گوشت سینه مرغ کباب تکه جور میکنم که مواد و مساله ضروریش هم پیش از پیش طبق معمول آماده ساختیم که موادش عبارت از سینه مرغ است، مساله است، مرچ سیاه، مرچ سرخ میده شده، کافی یا قهوه، پودر سیر و نمک سیاه. و اینجا ماست هم دارم، ازم ربع بادمجان رومی هم دارم که خودم تیار کردم در خانه. و مهمش این است دوستا که ما از این روغن مساله داره که شما شاید هستین که در برنامه قبلی آماده ساخته بودم، از این روغن مساله دار هم در این کباب استفاده میکنم. شما بیننده باشین که کباب من با کدام سیستم آماده میسازم. و این هم آب روغن است به خاطر برنج. و اینجا ترکاری داریم از خاطری که در خود تکه کباب گزده سیخ تیرش میکنم، از قبیل سمارق است و بادمجان رومی است، مرچ دولمه و آووکادو، لیمو، کیوی را هم در بغلش به خاطر دیزاینش گرفتیم. خب عزیزا، شما مرا بیننده باشین. من گوشت سینه مرغ از قبل ششتیم پاک صفا، ایره به اندازه متوسط خودتان میفهمین، کلان خوش دارین کلان کلان برش بدارین، اگر خرد خوش دارین خرد. من به می اندازه خوش دارم، به می اندازه برش میدنم و تمامش در بین ظرف میندازم. مدت 15 دقیقه اختیش میکنم. یارو میندازم ازدیم، شما منتظر باشین. خب عزیزم، اینجا امروز هوا یک کمک طوفانی است، خدا کنه که صدای مرا درست داشته باشین. عزیزم، من گوشت تمام شد توته کردم به اینی اندازه، به اینی اندازه کل شد توته کردیم. حالا میخواییم که مسالا را همشه با گوشت مخلوط کنم. اینجا کل شد میپردم عزیزم، تندیش و نمکش و دست خودتان. حالا تمام امین ماست تقریبا نیم گلاس است، ایره هم بالایش اضافه میکنم. از پشت ماست 4 قاشق رب دارم، ایره هم اضافه میکنم. دیگم تیار ماندیم به خاطر که او جوش کنم به برنج که دیگ داغ باشه و که کار ما بخیر زود قرار شد. حالا از این روغن که مساله داره که جور کردیم، از این 1 گلاس روغن دیش اضافه میکنم.
روغنم اضافه کردم. حالا همیشه خوب مکس میکنم دوستا. مکس میکنم کلش دوستا عزیز که خوب اخته شون و یک 15 دقیقه استراحت میتی میشه که مهم کافی است که کافی خوب که تزیا مکس شوه، به خاطر که خمبی گوشت هم میور داره. اگر در خانه سویا داشتین خوب از سویا اضافه کنین، اگر نه که نداشتین میشه از کافی به خاطر خمبی گوشت استفاده کنین. خب از ایره میمانیم مدت 15 دقیقه که دم راست کنه و استراحت کنه. ایره یک طرف، ایره یک طرف میمانیم، میریم به جان دیگ برنج. خب دوستا، قسمه که برتان گفتم دیگه تایر سراتش ماندیم، دیگ داغ است. بسم الله گفته در بینش آب اضافه میکنیم که به خاطر برنج جوش شود. در 15 دقیقه که گوشت اخته میشه آب ما هم جوش شود. خب دوستا آب اضافه کردم، حالا به اندازه ضرورت برنج درش نمک اضافه میکنم. در آبش دیگه ایره سر شپوت میکنم، آتش داخل بخاری را تیز میکنم، تیز آب جوش شود. خب دوست عزیز، من در این قسمت یک کمک کچلو را کت پوستش یه رقم چارکنجا برش دادم. در نمک البته در نمک اختیش کردیم که بازور بخیر کت ببینین که چی رقم کت کبابی را سیخ میزنم. و اینجا هم مرچ دولمه را چارکنج به اندازه گوشت برش دادیم به خاطر سیخ، تا که او ما جوش میشه به خاطر برنج. دوستا ما شما یکان کارهای دیگه خود از قبیل ترکاری پاکدن و سمارق پوست کردن اینیا رو باید پیش ببریم. خب من یک دانه رومی ده هم برش میزنم، این هم پالوی از این مرچ دولمه. حال نوبت سمارق است عزیزم، سمارق پوست میکنم به این شکل، این هم تیار میمانم که باز بخیر دستیخ تیرش کنیم. به این شکل تمام سمارق پوست میکنم و بیخش هم میگیرم. ازا این هم میمونم. یارا میمونم عزیزا، بریم که اول او برنج بگیریم که جوش هست که برنج دبینش پرتیم که زود پخته شد. خب دوست عزیز، قسمه که میبینین او برنج ما جوش هست. بسم الله گفته سر دیگه واس میکنم و ای برنج را که پاک صفا ششتیم از قبل تر کردیمشه، ای را دبینش اضافه میکنم. خب ایزا تمام برنج در بین دیگ اضافه کردم، حالا ایره میمونم دیگه که جوش بخوره که تا به نرم شدن نزدیک شد. باز با حضور در ناظر میشم و همچنان برم که ما گوشت در سیخ دیر کنم تا که جوش شود، اگر گوشت ما آماده باشه که نان زود به خیر تیار شد. حالا تیسیس این سیخ ها را گوشت میزنم، گوشت در بینش دیر میکنم که کار ما یک کمک آسان شده. اول همی سمارق هم بخاطر که کمک دم دستم هم گرفته. مادر گفتی پلان امروز چی است؟ نه، ما پلان امروز رو نگفتیم. دو توتا گوشت دوستا، یعنی دو توتا گوشت، یک دانه دولمه، باز یک توتا گوشت، باز یک دانه بادمجان رومی به خاطر که دو از یا خوب دیگه این نرم شود، باز دو توتا گوشت. مثلا خود افگار نکنیم به این شکل. دوستای عزیز، مادرم چند دانه کرد، ما یک تایر نکردیم. یک دانه تابال تیار نکردیم. اینم تو فارسی گپ بزن که فارسیت خوب شود. خب
دیگه باز او رقم گب نزنی خواستی تذیبت میره. یک دونه بادن جان رو می دوست عزیز قسمه که میبینین برنج ما دانش نرم شده و میخوای میره دیگه صاف کنیم. تایر چرا صاف باش مندیم میره صاف میکنم شما منتظر باشیم. دوستا دیگه پس آوردم میمارم سر آتش یک صافی چهار طرف شد صحیح پاک میکنم و این برنج که صاف کردیم یک دفعه کت آب یخ او کت میکنم. بسم الله گفت که برنج را که صاف کردیم پس میپاکم دوستا. دوستا و یه روغن را که زیم تیار کرده بودم این را بسم الله گفته بالایش میندازم و دیگه خدا دم میکنم. حالا نوبت زیره است. زیره را هم بالاش پاش میکنم. من زیره را دوستا زیاد میده نمیکنم. یگان یگان دانش زنده میمانم که در برنج باز مقبول مارم میشه. حالا برنج خدا پس جمع جور میکنم. خب دوست عزیز قسمه که دیدین برنج تمامه او روغن و مساله رو داشت زدم ای را در یک طرف میمانم در یک طرف بخاری میمانم و در داخل بخاری دوستا ببینین چقدر آتش زیاد است. حالا ما میخواییم کباب ما در داخل اینمی چی پخته کنم آتش. خب دوست عزیز قسمه که دیدین برنج ماندم در دم و کباب ما هم آماده است. داشه برش به این رقم آماده ساختیم عزیزم و یک دانه بسم الله گفته پایانش میکنم در داخل داشت. به این شکل دوستا کلش پایان میکنم که دوست عزیز به این شکل تمامش پایان میکنم. شما دیگه بیننده باشین که این کباب بخیر چی رقم میه. دوستایی را به این خاطر رقم پایان کردیم که آتش تمام چهار طرف بخاری یک رقم است. مثل کوره وانه نیست که یک طرفش داغ باشه و یک طرفش سرخ شوه. این را به می رقم پایانش میکنم. سمارق هم دوستا در بالایش پایان میکنم. یک دو سیخ بانجان رومی هم پایان میکنم. خب دوستای عزیز قسمه که میبینین کبابا رو هم پخته کردیم. خوب داغ است اما تو و برنج باز یک دقیقه سر آتش ماندم عزیزم که برنج هم خوب داغ است. هنوز سر زیر نکردیمش دوستا که ایره ما باید سر زیر کنم که البته باید یادآور شم دوستا که من یکمک اوروغن شه یکمک اوروغن زدم چلو. خب میفهمین که چی رقم پخته میشه به خاطر که باز اولادا نمیخورن میگن برنج بسیار سفید است. باز یکمک او روغن کمرنگک برش کردیم از خاطر که مو اولادا نوش جان کنن. عزیزان نان ما تیار است. جای تک تک تان خالی باشین که ما ایره دیگه بکشم. خب دوستا من بسم الله گفته تکه کبابم میکشم در بغلش. یا کمک سمارقا میمانم دیگهشم جور میکنم عزیزم. یه کمک داداش خراب شده یه قسم میکنم کچولو پوستشه. کمک سمارا قسم کنم عزیزم.
خب دوستای عزیز، نان ما تیار است، جای تک تک تام خالی و هوا میرقم بارانی است. امروز یک هفته اون نبود که ما در هوای بارانی بر شما ویدیو آماده کردیم و محفل خود، محفل کوچک خود با شما شریک ساختیم. عزیزا نان تیار است، ما امروز فامیل میشینیم نوش جان میکنیم، جای تک تک شما عزیزم خالی. مگه مصیب جان بیا بچیم. خب مصیب جان سلامت کی داری؟ بله، به نام خدا و عرض سلام دوستای عزیز، آرزمان خوب سلامت باشین. دوستای عزیز شما به میگید پخانه چرا اینجا است؟ برادر بزرگم است. سالگری برادر بزرگش است دوستا. و از همشیره کلانمم است، همشیریم در آلمان است. ما اینجا تجلیل میکنیم و برش دعا میکنیم که اردوشان خوشبخت و کامگار باشن در هر عرصه زندگی خود. بله درست است. خب دوستای عزیز، ما بر مصطفی جانم نان میکشم و فامیلم بر خود نان بگیرن، ببینیم که چی رقم آمده. مصطفی جان بگی بچم تو هم برات هر رقم که خوشت است بگی. خب چه قبرین برات پتم؟ قابطه پیش کن. خب از این کچولیش برات پتم؟ یک دانه. بله. خب از سمارق؟ ما سمارق خوش داریم. خوش داری؟ بله. خب این سمارق هم بگی. این هم دستمال خواب پنجید. دو سیز ما به خودم هم میکشم جای تک تک تا خالی. خب یه هم ترکاری است مصاحب جان، ترکاری میگیم؟ بله. از چی برد بارم؟ بادرنگ؟ بله. تشکر. خوابش نیست. مرسی جان. خب دوستای عزیز، من بسم الله میکنم. یک قاشق میگیرم و مصیب جان بخیر بگو یک مزیش چطور است. اختر رو دوتا مبارک. Happy birthday to Ahmed. خب دوست عزیز، با وقت کنید دیگه کاسه که سر آتش پخته شوه مزه خاص خدا داره. دوست عزیز، من هیچ گفته نمیتونم که برنج چقدر مزه دار آمده و همچنان چای که ما در سر آتش دم میکنیم بسیار مزه خاص خدا داره. خب عزیزم، جای تک تک تان خالی بسیار مزدار آمده. خدا کنه که از این برنامه خوشتان آمده باشه و خدا کنه که شما هم به می طریقه گوشت اخته کنین و برین پخته کنین با فامیلاتون، یک جای بشینین، یک مقصد یک چیز را بهانه کنین، دور هم جمع باشین و زندگی را به خوشی و خوشوقتی تیر کنین. عزیز دل، بعد از برنامه البته بگویم که ما کیک هم گرفتیم و تجلیل میکنیم این سالگره را. بازم یادآور میشم که دختر کلانم که مسافر است در آلمان است، سالگری از اوم امروز است و از این پشت پرده های تلویزیون آرزو برش میکنیم که خداوند خوشبختی های اردو دنیا را نصیبش کنه و همیشه در تمام امورات زندگی خود موفق و کامگار باشن. اردو بچه و دخترم که امروز سالگریشان است. عزیز، قبل از اینکه من برنامه را ختم کنم، باید بازم یادآور شم که خواهرتان به حمایتتان ضرورت داره. لطفاً برنامه را لایک کنین، چینل را سابسکرایب کنین و تکمی زنگوله را فشار بدین و زیاد شیر بسازین. تا برنامه بعد، تا ولاگ بعد، تا دیدار بعد، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. ایام به کامتان، خدا حافظ ناصرتان.